همه زحمت رو بخاطر این فیلم قشنگ. ولی همیشه من فیلم‌های ایرانی رو که نگاه می‌کنم بدون استثناء یه صحنه یه اتفاقی میفته که میگم فیلم ایرانیه دیگه. مثلا توی اون صحنه توی دادگاه همه ما دیگه حس مادرانه رو داریم. تو کمتر فیلم این اتفاق میفته که تو اون صحنه یک مادر حس مادرانش رو بذاره کنار، سکوت بکنه که یه همچین رأی داده بشه. چرا تو فیلم ایرانی همیشه از این صحنه های اینجوری اتفاق میفته که ما همیشه میگیم فیلم ایرانیه دیگه؟ مادر معمولا این کار نمیکنه. سوالتون چیه؟ من نفهمیدم چی. من سختم شد. انتظار داشتم که حتی اگر به دروغ بود به دروغ میگفت آره من دیدم زد بچه منو اینجوری زخمی کرد، ولی اونجا هیچ مادری سکوت نمیکرد. حس مادرانه میگفتش که باید به هر چیزی متوسل بشم که بچه‌مو نجات بدم. در ادامه این کارو کرد دیگه. هر چیز متوسل شد که بچه‌ش نجات بده. بعد از اینکه همه کاری کرد، حس مادرانه هم اونجا به خودش اومد. فکر کنم شما یکم اشتباه دیدین فیلمو، فکر کنم ها، چون که من خودم به عنوان یه بازیگر صحنه دادگاه اونجایی که چنگ میزنه به پشت بچه‌ش و میگه که چرا داری این حرفو میزنی، بالاترین اعتراضیه که یه مادر میتونه توی یه دادگاه بکنه. صحنه رو من میگم اونجایی که قاضی ازش سوال میکرد از مادر که شما این صحنه رو دیدی یا ندیدی، مکس کرد جواب نداد، هی ازش پرسید دروغ میگفت. دروغ مادر این کارو میکرد بله برای اینکه بچه‌ش رو نجات بده. ایزه است من یه چیز رو توضیح بدم. ما الان با یه موضوعی مواجه هستیم در حال حاضر. با اون میخوام راجع به این مادر با تو حرف بزنم. خود شما حتما مادر هستیم. ببینید توسل به دروغگویی حتی در کوتاه مدت و به نفع فرزندتون ممکنه برای شخص شما اثر بخش باشه، اما یک فیلم سینمایی فراگیره و برای عموم جامعه ساخته میشه. یک کانسپت دروغ، در واقع یک بذر دروغ و یا یک نطفه دروغ میتونه کل جامعه رو مزمحل کنه و آلوده کنه. اصولا جامعه ایرانی جامعه دروغ زده ایه، هم در کوتاه مدت هم از دیرباز، که کوروش در واقع وقتی از خدای خودش دعا و آرزوی رو داره و مسئلتی داره، میگه که از خشکسالی، دروغ و یک چیز دیگه، خدایا وطن منو نسون بدار. دروغ همینطور حکیمانه در یک حدیث میگه ام الفساده. اگر که مادر که نشانه و سمبل زمین و وطن هست، چون مادر زمین، مادر وطن، چون این زمین مادره، چون این وطن مادره و همه ما از او زاده شدیم، اگر قرار بشه این سیر تسلسل باطل ادامه پیدا کنه، دروغ هم در دروغ چیزی رو دوانه میکنه، کما اینکه وقتی حس مادرانه، چون بالاترین حس مقدسی که در عالم میتونه وجود داشته باشه، بی صداست اما مثل جنگل پر از زایشه، پر از کثرته، چیزی از اون بالاتر وجود نداره. اما اگر که یک کارگردان خردمند، یک نویسنده هنرمند که نگاه فلسفی به موضوعها و موارد اجتماعی داره، اگر بخواد دوربینش رو کوچک بگیره، قاب کوچکی رو بگیره، فقط اینکه یک نفر دروغ بگه، صرفا فقط دوربین رو روی موضوع گذاشته، کارگردان‌ها، نویسنده‌ها عمومیت یک موضوع رو که فراگیر میشه و به پاکی ما منجر میشه در نظر میگیرن. توضیح هم برای شما اینه. وقتی من این فیلمنامه رو خوندم، من این دو کارگردان جوان رو نمیشناختم، بهشون گفتم چقدر با شرف. و یک توضیح دیگه بهتون بدم. ممکنه یک مادر که خیلی طبیعیه و خیلی زیبا و خیلی مقدسه، حاضر خودش بمیره ولی بچه‌اش نه، ممکن این اتفاق بیفته. اما یکی هست بهش احتمالاً میگن دانای کل. نویسنده ها به عنوان دانای کل گاهی اوقات یک شخصیت رو خلق میکنن و مینویسن، گاهی اوقات یک کاراکتری رو از زبان اون کاراکتر حرف میزنن، در واقع میخوان به یه جمع‌بندی برسن، نتیجه ای بگیرن. بچهش میگه بار دیگه با کل فامیل و کل خانواده میای، و قبلش میگه
همه این چیزایی که تو زندان ببینی سر ناموسه. اینجا یه نفر یکی رو زده کشته، اینجا یکی به یکی دروغ گفته، یکی قتل کرده، یکی تجاوز کرده. اگه قرار باشه ناموسمو بدم دروغ بگم، نه نمیتونم مامان. دفعه دیگه با خانواده میام، میخوام یه چیزی بهتون بگم. ما هنرمندا هر از چند گاهی میریم و وساطت میکنیم که در واقع مثلا فلان نوجوان رو اعدام نکن. آیا خود ما میتونیم اونقدر بخشنده باشیم؟ چون اینقدر خشم زیاده پس از اینکه عزیزمون رو میگیرن ازمون یا میکشن که اصلا در توان ما نیست. ما مثل شما و شما مثل ما. اینو مطمئن باشید که کوچکترین تفاوتی بین ما وجود نداره. مطمئن باشید. مادرید؟ مادر دارم. فرزندی دارید؟ همینطور مادر من فرزندی داره. نوه دارید، خواهر دارید، برادر دارید. توی همین شهر که شما زندگی میکنید با همه جزئیات ما زندگی میکنیم. برای این سرما چقدر لباس میپوشید؟ برای گرما چقدر خنکی طلب میکنید؟ چقدر هوای کسی به تهران شما را آزار میده؟ دقیقا ما توشیم، ما بخلتونه، خود شماییم. از وسط شما اومدیم، نمایش خود شما رو که ما باشیم براتون اجرا میکنیم. یه چیزی بهتون بگم، پسری دختری رو به قتل میرسونه، کدوم بر بیستیم؟ طرف اونو بگیریم، به طرف اینو بگیریم، چی کار کنیم؟ تکلیف ما چیه؟ چی کار کنیم وقتی خود ما، تک تک ما، تک تک ما نمیتونیم از خشم خودمون بگذاریم؟ ما هنرمندان. و چی کار کنیم وقتی که ایمان ما بر اساس بخشش استوار شده؟ سر این دوراهی چه کنیم؟ اگر که اون پسری که اون دختر رو کشته که مطمئنم سوژه این روزاست درست تربیت شده بود توسط همون مادر که شما هستین، امروز ما دچار این سانحه و این زایعه نمی‌شدیم. ببینید، همیشه اینگونه نیست که ما تصور میکنیم. ما یک مطلبی رو درک میکنیم و براش یه ایدئال، یه مدینه فاضله طراحی میکنیم. ما در این لحظه آلوده ایم و گیر افتادیم، یک حادثه دراماتیک ما رو محاصره کرده، اما نویسنده یه آدرس درست و روشنی رو در دوردست، نه چندان دور، ترسیم کرده. نمیتونه مادر کاملا دروغ بگه، به خاطر اینکه وجدانش رو چیکار کنه؟ هر انسان تا یک جایی میتونه در برابر وجدان خودش باشه. مثلا با مثلا حد خود شما ممکنه در ایدئال ذهنتون این باشه که آدم به هر چی چنگ میندازه که بچه‌شو نجات بده، حتی دروغ، ولی اگه خودتون در واقعیتش قرار بگیرین محال این کارو بکنین. محال بین آدم همیشه خودشو محک میزنه در موقعیتی که قرار میگیره و در سختی که وجود داره. مادر همه کار حاضره بکنه، همچنان که در فیلم این دوتا کارگردان، مادر تا آخرش حاضره همه چیز زندگی رو به هم بزنه برای اینکه یه بچه‌شو نجات بده و یه آینده بهتری رو دوباره درست کنه، ولی حاضر نیست دروغ بگه. چون یه نفر دروغ گفتن یعنی در یک فیلم، یعنی اینکه یک جامعه میتونه دروغ بگه، اجازه داره دروغ بگه برای فرد خودش. ما اگر بخوایم روی این فیلم فقط یه دروغ متمرکز باشیم، اونجایی که برادر بزرگ داری تا آخرش میگم یکی میزنه یه صحنه رو داره درست میکنه، دقیقاً یه چیزی رو به خب بعدش میبینین که چه جوری باهاش برخورد میکنن، هم همه خانواده و هم قانون، یعنی نمیذارن اون دروغ نشت پیدا کنه یا اشاعه پیدا کنه. بعد مادر خیلی فرق میکنه تا برادر تا خواهر. مادر به قول آقای بهداد سمبوله توی یک جامعه. اگر اشتباه نکنم و شما مچمون نگیرین، تو این فیلم هیچ کس دروغ نمیگه، یا اگر چیزی رو نمیگه بعدش میاد میگه. مبنامون بر این بود واقعا دروغ نگید.